شما حالتون خوبه؟ آره چیز خوبم پس امری نیست؟ نه چیز نه من برم دو دقیقه وایسا تو دو دقیقه وایسا تو که هنوز اینجایی چرا نرفتی؟ دیر شد میخوای باید بیام؟ نه الان دارم میرم برو دیگه ببین چیز سرکاری چه نیست من اصلا حال حوصله شوخی ندارم بابا سرکاری چیه؟ یعنی مطمئن تو بابا نامش دستته ماشینم جلوی در بانکه من برم آره نه چیز کن ببین با موترت منو تا یه جایی بگم میرسونی؟ اجازه بدید من شما رو ببوسم من خواهش میکنم بفرمایید امرتون رو بفرمایید ببخشید اگه اجازه بدید من اومدم ماشینمو ببرم همین جلو در ماشینم ماشینتون؟ بله شما؟ من بیژن جمالی هستم آقا تبریک عرض میکنم خیلی ممنون آقای بیژن جمالی بله آقا من بسیار به شما تبریک عرض میکنم دوستان توجه کنید دوستان توجه کنن بالاخره برنده خوش شانس ما هم پیدا شد آقای بیژن جمالی دست بزنید به افتخارشون دست آقا چای بیارید خدمتشون آقا چای بیارید آقای بیژن جمالی نه. من خیلی خوشحالم نه. که شما رو دیدم من مجددا به شما تبریک عرض میکنم خیلی ممنون بانک ما یه بانک خصوصی و تازه تاسیسه توجه میکنید نه. و شما اولین مشتری هستین که یک همچین جایزه بزرگی رو دارید میبرید اونم با داشتن حداقل موجود 10000 تومان بله. شما با 10000 تومان برنده یک همچین جایزه ای شدی. من واقعا به شما تبریک عرض می‌کنم. شیرینی بفرمایید. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. دست شما درد. دو تا برده. خیلی ممنون. خواهش. قربون شما. همه‌شو برد. خیلی. دست شما درد نکشه. خیلی خوشحالم. بفرمایید. متشکرم. عرضم به حضورتون من فقط الان یه مقدار خیلی حالم مساعد نیست. بله. شما اگه محبت بفرمایید اون
ماشین بدید من برم، من هول شدم یه ذره. آقای جمالی، ما برخلاف بانک‌های دیگه که جشن میگیرن و لفتش میدن و طولش میدن، ما جایزه مشتری رو خیلی سریع تقدیمشون میکنیم که از ما راضی باشن. خواهش می‌کنم، خدا از شما راضی باشه. خیلی متشکرم. فقط شما اگه لطف کنید سریعتر اون سویچ رو به من بدید. من یه خواهشی از شما بکنم. شما شناسنامه و دفترچه حساب پس اندازتون رو به من بدید که من مطابقت بدم، در خدمتتون هستم. بدون شناسنامه نمیشه. خب نه، من باید هویت شما رو بدونم دیگه. نه، بدون شناسنامه نمیشه. آم پس یه کار میکنم، شما اون سویچ محبت بفرمایید، من میرم الان با ماشین خودم خونه شناسنامه رو بردم. آقای جمالی، مثل اینکه خیلی عجله دارید. بله بله. نه، بدون شناسنامه نمیشه، حتما شناسنامه لازم. دخیر، خیلی ممنونم. شما میخوریم؟ آقا چی شد؟ پس این معذر خیلی دوره؟ وای، آقای سعادتی، بابا طاقت بیار، سر چهاره بالای حالا میاد. من حالا تا این مراد بیاد و اینها، من خیلی سرم درد میکنه، یه دقیقه بالا من استراحت کنم میام. بیژن جان، بیژن جان بشین، هر کجا باشن الان پیداشون میشه. محمود جان تو یده هم بخون. ای به چش، ای به چش، ای به چش. سلام علیکم. سلام علیکم. اومدن آقا، اومدن مبارکه، اومد دیگه. آقا نیومد. نیومد یعنی چی؟ سر آقا شلوغ بود، گفت نمیرسم بیام. بعد نیومد، گفت شما شناسنامه‌تون رو بدید آبی جان. من ببرم. آقا مراد صاحب کنم شناسنامه اینو واسه چی میخواد؟ عرض کردم این آقایت گفت سرم شلوغه نمیرسم بیام، گفت شناسنامه‌تون رو بدید من بیام اونجا کارهای دفتریشو تو محضر انجام بدم، یه ساعت دیگه میام اینجا و خود به اردا میخواد. از اون نظر اشکالی نداره. خب این شناسنامه‌تو بدم. قرص نگرفتی؟ یادم رفت. وایسا ببینم. بله چیزیه؟ این چه عاقدیه که فقط شناسنامه دامادو میخواد؟ پس عروس چی؟ حواس چه برادم نمیذارید؟ گفت شناسنامه شما رو هم بدید، من از شما درد نکنم. کاری ندارید. آقا مراده، تو چرا اینقدر وریایی؟ حالت خوبه؟ هیچی، خوب دیدو، بچه خوبه، بلش کن. من از اولش هم میدونستم این بچه ها سری جدیدمون خیلی قدمشون مبارکه. می خبری شده چی شده؟ هیچی، همین دومدی بیژن. خیلی خوب. مبارکه، خدا حافظ. برو. سلام. این همیشه یه جوریشه، من الان خودم مجلسو گرم کنم، شما کف بزنی، دست بزنی. داداش، اون رو که می‌خوای تو عروسی من بخونی بخون، اون رو بخون. خیلی خوب. خوشحالم. حالا برنامه‌ها داریم واسه عروسی، میگم کف بزنی. بزنی. معذرت میخوام، من تا این محمود جان میخونه من برم بالا ببینم قرصی چیزی ببا. میتونم ببا. پیدا کنم. دستو بیا، دستو بیا شما. بیا بیا بیا، من الان دارم بیا. آقا بفهم، اینم شناسنامه، فقط شما محبت کنید اون سویچ ماشین رو بدید، تا شما کار اداریش انجام میدید من ماشین رو گرم کنم. شما تشریف داشته باشین، من میگم بچه ها خودشون ماشین رو براتون گرم کنن. آقایون شیرینی همگی محفوظ، خیالتون راحت باشه، خسته نباشید. آره بنویسن. ولی این عکس هیچ ربطی به قیافه شما نداره. خودم هم دیگه. اصلا خیلی فرق میکنه. اجازه ببینم. نگاه کنید شما، چشم و ابرو و گونه رو شما نگاه کنید، این یه تیکه رو شما نگاه کنید. خودم هم دیگه، ولی خب پا به سنگ گذاشتم اینجا، بالاخره آدم شکسته میشه دیگه، صورت ریخته. ولی من مطمئنم که این شما نیستی. خب معلومه من نیستم دیگه آقا جون. بله؟ یعنی چی معلومه که شما نیستی؟ یعنی این که آقای بیژن جمالی یه مقدار گرفتاری داشتن، گیر بودن یه جایی، به خاطر یه مسئله من اومدم جاییشون کارشون رو انجام بدم. من بر شوهر خواهرشونم. آقا مگه ما مسخره شمایی؟ نه به جان خودم، اجازه بدید من خودم توضیح بدم خدمت شما. ببینید، آها اتفاقا من شناسنامه خودم همرامه. آقا بیژن،
کیان برادر خانم منن، یعنی آقای بیژن جمالی میشه برادر خانم من. شما باورتون نمیشه، اینم شناسنامه من. اینجا اسم عیال بنده رو ملاحظه بفرمایید. چی نوشته؟ فریبا جمالی. یعنی این که آقای بیژن جمالی میشه داداش خانم فریبا جمالی. خانم جمالی کیه؟ خانم جمالی شوهر منه که من مرادم. بعد وقت این که بشه خانم من میشه داداش این آقایی که بیژن جمالی ماشینو برده. به خاطر همینم که بیژن جمالی داداش زن من میشه و منم شوهر خانم فریبا جمالی هستم. رو همین حسابی که اینو این که خواهر برادر بشم، من دامادشون میشم و وقتی من داماد ایشون باشم، شما هم میتونید رو حساب این که من دامادشونم، شما این ماشین رو بدید من برم. بفرم. پس همه چی حل دیگه؟ شمال فشارت باشه ها؟ یه لیوان آب قند بخوره الان. یه لیوان آب قندم برای من بیارید. فکر کنم فشارم پایین. بله حتما میارم. بیژن اون لیوانو بده به من. بله این لیوانو دست به دست بدین برو. چی شد آقا؟ گرفتی بالاخره؟ اجازه بدین. الو الو سلام علیکم، محضر 122. بله این آقای آقا تشریف نیوردن؟ داماد آقای بیژن جمالی هستن. بله بله باشه باشه حتما حتما. چی شد؟ میگه آقای آقا یه ساعت منتظر شماست اینجا. صاحب کنم اگه مراد نرفته دنبالش. اصلا میگه کسی دنبال ایشون نیومده، هیچ کی دنبالش نرفته. ای خیانتکار، از اولش هم من میدونستم که یه کاسه ای زیر نیم کاسه. یه دفعه دیگه معذره بگی. بگو آژانس بگیره خودش بیا. خودش بیا. آقای سعادتی چی شده؟ آقا جان من باز راه افتاد. شما بگی بشین آقا، من خودم همه کار راست و ریس میکنم. راه میفته این برابر. بشین شما. الو الو سلام علیکم، منظره 122. ببخشید مجددا مزاحم شدم، یه آژانس بگیریم بیاد. عزیز من هزار بار که یه حرفو به آدم نمیزنن که ما این ماشین رو فقط میدیم به شخص آقای بیژن جمالی. همین حالا شما داماد شی باش، پسر عمو شی باش، هر کی میخوای که باشی باشی. دامادشم دامادشم. بله من متوجه شدم. چشم، من میرم خود آقای بیژن جمالی رو برمیدارم میارم. شما بانک تا نیم ساعت دیگه بیشتر باز نیست ها. نیای میره برای فردا. بله. بفرمایید. فقط شما اگه اجازه بدید من یه تلفن میشم من بزنم. با یه تلفن تموم کاره. بله تلفن. الو سلام علیکم، خوب هستید ملیه خانم؟ بله خیلی متشکر. لطف میکنید بیژن رو صداش کنید، من دو دقیقه کارش دارم. بله خیلی خوب دیگه. آقا بیژن، آقا بیژن چی میگی؟ تلفن با شما کار داره، آقا مراده. چه عجب. بله بیژن. بله آب دستته بذار زمین، بیا اینجا. کجایی تو؟ پس آقد چی شد پس؟ آقد ولش کن، بیا به این بانکی که بهت میگم. خیابونه چی دارم بهت میگم؟ آدرس بانک خودتو که بلدی. الو بیژن. آقا مراد ببین، گوش کن ببین چی بهت میگم. تا حالا کسی نتونسته اینجوری من سر کار بذاره. زود شناسنامه هاشونو وردار بیار اینجا، بعد گورتو هر کجای خواستی گم کن برو. ببین این بیژن از اینجا تکون نمیخوره، مردی که یه کلاش دروغگو. الو الو حالا میبینی من چشم به تو نیفته. الو الو حالا قطع میکنی مردی که کلاش هرچی دلش خواست گو. آقا چی کار من چه میدونم؟ حالا شما میبینی بلند شو برو سر جا تو بشین تکون نخور گفتم. یعنی چی هرچی دلش بخواد میگه هیچ بهش نمیگیم؟
بدبختی شد. عرض به حضورتون آقای بیژن جمالی، مثل متوجه شدید خودتونم، حالشون بد شده، قش کردن، خودشون که نمیتونن بیان، من مجبورم برم بیارمشون. آقای محترم شما به امروز نمیرسین، با اینکه ما هم نیم ساعت دیگه تعطیل میشه. چه عجله‌ای دارید؟ برید برای فردا دیگه. من یه عرض کوچیک خدمتتون دارم. ببینید شما فقط یه امروزو، همین امروزو یه نیم ساعت بیشتر تشریف داشته باشید، من از خودم خودشو میزنه. آقا جان نمیشه، چقدر عجله داری شما؟ عجله داریم دیگه آقا جان، یعنی چیزه شما یه لحظه. بله چه؟ قربونت برم شما فقط خدا ببین خدا شانسو به کیا میده. آقا شما امروز یه مقدار اضافه کاری داشته باشید، من خودم بعدا از خجالتتون فردا در میام. قربونت. شما جای گله گذاری این خطبه رو بخون، خیال ما هم راحت. یه کف مرتب افتخارش بده. آقا خوش لوغش نکنین. ارسو دامان اینا هستن؟ آره عزیز من، شما خطبه رو بخون. شناسنامه‌شون رو بدین. شما تا خطبه رو بخونی شناسنامه‌شون هم میاد. ای بابا چرا همه کارهای شما اینطوریه؟ بدون شناسنامه که نمیشه. سلام علیکم. اومد. تا حالا کجا بودی؟ اون شناسنامه رو بده به من. خیلی خوب آقا جان، اجازه بده. بده من. کجا بودی؟ آقا من یه عرض خصوصی دارم با آقا بیشتر. ببین ما عرض خصوصی نداریم بعد از خطبه. نه آقا جون، میگم یه عرض حیاتی واجبه، باید با حرف بزنم. باز داره حرف خودشو میزنه. آقا من گفتم حرف خصوصی. آقا جان شما خطبه رو بخون، آقای سعادتی. خب شاید کار واجب داره. آقا شما حرف نزن لطفا. خب شما اگه به من اعتماد نداری، من چجوری به دامادی قبول کردی؟ ببین پس تو یه دونه از همین اتاقا خودم من پشت در وای میسم. هر حرفی داریم بزنیم. باشه قبول باش میبریم. بیا من کارت دارم. واقعا اینا امروز یه طوریشون میشه ها. گله نمک این آق مراد، الهی قربونش برم. هر دفعه که میاد یه جنگولک بازی برای خودش در میاره. میبینی من که حوصله‌ام سر رفت، از صبح تا حالا علاف یه عقد ساده یلکی پلاس. بس دیگه پاشو برو برای آقای عاقد یه چای برید بیار. پاشو. خیلی خوب چش. لطفاً یه چای کم رنگم واسه من بیارید. بله چشم عروس خانم، امری باشه. بله یه چای کم رنگم واسه پسرم. ایشون پسر شما هستن عروس خانم؟ بله یه دونه پسرم. علاف شده. علاف شده. چیه چی شده بگو. خب پشت درن یواش حرف بزن. خب لامپ رو روشن کن. سوخته. خب بگو چیه چی شده. خیلی خب یواش. خیلی خب خب گوش بده ببین چی دارم بهت میگم. میگم این اتاقه راه در رو که نداره که. نه خیالت راحت باشه. ضمناً اگه طوری شد میتونی رو من حساب کنی. خیلی مسخره ای. جدی دارم میگم. تو میخوای عروسی به هم بخوره یا نه؟ چی کار میخوای بکنی؟ چی کار داری؟ تو دلت میخواد این عروسی به هم بخوره یا نه؟ بعدم اگه من این عروسی رو به هم زدم تو برای من چی کار میکنی؟ ول کن شر درست نکن بابا جان. آقا جون وایسا دارم جدی باهات حرف میزنم. اگه من این عروسی رو به هم زدم تو واسه من چی کار میکنی؟ خب هر کاری بگی. آره خیر. قول میدی که اگه پول دار شدی همه قرضای من رو بدی؟ میخوای چی کار کنی؟ ای قول میده یه نوشته به من بده که اگه پول دار شدی همه قرضای من رو بدی. یه نوشته قربا
بابا مسخره. وایسا وایسا. چیه نوشته؟ نوشته نمیخوام اصلا. فقط لفظاً قول بده، قول به من بده که اگه پول دار شدی قرضای منو بدی. میخوای چیکار کنی؟ خب قول میدم. خیلی خوب قول میدی. آره این قولو بده که اگه پول دار شدی هم قرضای منو بدی هم یه پولی بهم بدی یه کار جدید من شروع کنم. دیوانه. خب معلومه وقتی من پول دار شدم همه این کارا رو برات میکنم. بگو چی شده؟ قول میدی؟ بگو. قول. قول میدم. قول. بمیری. خب بگو الان چی کار میخوای بکنی؟ هیچی. تو وایسا عقب، همه چیزو بسپر به من. نه شر درست نکن. میگم تو چی کار داری؟ بسپر به من دیگه. بری. آقا من کارمون تمام شد. چی شد؟ داشته باش برو. چی شد؟ ببخشین دیگه. آقا من از همگی معذرت میخوام. آقا شرمنده شما هم شدیم. خیلی باید من در عفو بفرمایید. عروسی به هم خورد. برید همگی خونه هاتون. شب بر همگی خوش. هری پاشید برید. پاشید برید. آقا بیژن. بله. چی میگه؟ من راستش نمیتونی صحبت بکنی. من جایشون صحبت میکنم. آقا جون این دوتا به درد هم دیگه نمیخورن. آقا بیشم فکراشو کرده. اینا با هم توافق ندارن. آقا مراد میخوای بری از دستمون شکایت کنه یه ذره آبرومونم بره ها؟ نه هیچ کاری نمیتونه بکنه با من. تو چی داری میگی؟ باز همه چی داری به هم میزنی؟ فوزیلیه به تو نمیده بچه برو. چی میگی تو؟ میخوای دوباره بیندازن تو بازداشتگاه؟ شما چرا هرس میخوری؟ این هیچ کاری نمیتونه بکنه. عرض کردم تعطیله. عروسی تعطیله. ولو نسبت شما همگی هری. آقا بیژن صاحب کن بینم این حرف آخر شماست. من راستش میگم میرم از دست همه تون شکایت میکنم. سفته های همه تون رو میذارم به اجرا. ببین میرم سندم در میارم همه تون رو میندازم تو اولوکتونی. برو هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. میرم آقا میرم. حالا نگاه کن ببین چیکار میکنم. اگر پدر همه تون رو در نیاوردم دختر بلند شدنی. پدر جان یه لحظه صبر کنید، شاید با صحبت حل بشه این مسئله. فکر نمی کنم با صحبت حل شه. شما ببینید حل نمیشه پس با صحبت. خب اشکان جان اینه مال باباره نگه. حالا اینو خدا آقا ما که مسخره شما نیستیم. یه روز بیای شکایت میکنی، فرداش بیای پشیمون میشی، پس فردا بیای شکایت میکنی، پس فردا بیای شکایت. جناب سروان من از شما فقط خواهشم اینه که دوتا مأمور به من بدی من برم همین. شما تا فردا صبر کن آقا. خودش میاد پشیمون میشه، میاد میگه همه چی قبوله. اصلا جناب سروان حرفشم نزنی. اینا اگه پاشده در خونه منم بردارن من دیگه به اینا دختر بده نیستم. الهی قربونت برم جام سرما. تو تو مأمور به من بده من برم. به هر حال ما امروز مأمور نداریم. بابا یه سرباز به هم بده برم. بابا یه دونه هم ندارم. چرا چونه میزدی؟ میگم برو اگه تا فردا پشیمون نشد. چشم بید مأمور بیدم. بفرمید. این عروسک است. مال منه؟ آره. بابا جان مگه اسمتو نخونده؟ این بالا نگاه کن آقای بیژن جمالی. جایزه بیژه. امرکه بریم تو. درش بسته است چه؟ سلام علیکم. سلام علیکم. مبارک باشه بابا. ببخشید آقای بیژن جمالی هستن. صاحب ماشین. مبارک باشه بابا. به سلامتی ایشالله. مبارک گفتن. خواهش میکنم. خیلی ممنون. لطف کنید ماشین رو تحویل بدید ما بریم دیگه. نمیشه. بانک تعطیله. بفرمایید. خب پس یه بزرگواری بفرمایید. زنگ بزنید رئیس بانک. هرچه زودتر تشریف بیارم بگید آقای بیژن جمالی اومدن. میخوان ماشینشون رو ببرن شهر. قضیه کنده به شما بریم پیکارو.
شرمنده الان بانک تعطیل فرهاد تشریف بیارید. نه شما زنگ بزنید به جناب رئیس بگید هرچی سریعتر تشریف بیارن، یه ماشین بگیرن، آژانس چیزی، من پول آژانس هم خودم رفت و برگشت رو حساب میکنم، اصلا برگشتن خودم با ماشین میرسونمشون. نه نمیشه متاسفم بانک تعطیل. چنجر داره این ماشین، چنجر داره. خدا رو شکر. نه تو برای چی الان خدا رو شکر کردی؟ کی پس باید خدا رو من باید خدا رو شکر خدا نه میخینه دیگه این میخینه دیگه برو بابا ماشین منم سهم دارم دیگه میشم؟ میشم؟ بله بریم دیگه هر سکر بریم بریم بیارش سلام بفرمایین شیرینی خبری شده خانم جمالی؟ نه خبری نشده نترسین یعنی اونجور خبری نیستش داداشم و پسرعموم تو قرعه کشی بانک اتومبیل آخرین مدل بردن این شیرینی اونه بفرمایین شما بفرمایین خواهش میکنم دست شما درد نکنه. خواهش میکنم بفرمایید. بازم بفرمایید آقای مقدم. چیز آقای مقدم راستی اگه امروز صبح نیومدم مال این بودش که مراسم عقدونه پسرمون بود. گفتم گفته باشم بهتون. مسئله نیست خانم جمالی. ما که عادت کردیم. یعنی به هر حال اگرم میخواین از حقوقم کم کنین. اصلا برام مهم نیستش. معلوم نیست چشه. چه جور دختریه؟ هیچ. بد اخلاق، بی نظم. همیشه هم دیر میاد سر کار. هر وقتم که میاد سر کار، دو قرط و نیمش هم باقیه. ولی به نظر من دختر خوبیه. خیلی دختر خوبیه. باید از خانواده آبروداری هم بشه. تو رو خدا یه سوالی ازش بکن ببین ازدواج میکنه. ببین ازدواج میکنه. چون من چند میلی یه سوالی ازش بکن ببین ازدواج میکنه. باش میپرسم. حالا می کارمو انجام بدیم یا نه؟ به خاطر همون ژست گرفتناته یادته بهت میگفتم هر موقع دیدش اینجوری کن دیدی اگه از همون اول هم این کاری کرده بودی یا هفت دفعه اومده به خواستگاری دیگه اصلا بعد از این روال همینه دیگه ژست میگیرم و دیگه اینجوری میخوام باشم نه ملی جون همچی هوا برد نداره آخه میدونی یخت مردا زرنگ شدن جدیدن وقتی فهمیده که بیژن و مراد ماشین بردن بال همینه میخواد بیاد خواستگاریت بکنه ببخشید ولی آقا مراد که برنده نشده ماشینو داداش محمودم و بیژن برنده شدن ماشینو ببخشینا محمود و بیژن چه محمود بده اصلا محمود چی کاره بوده مگه ندیدی مراد عروسی به هم زد مراد همه کارا رو کرد یه چیزی بده بچت بخوره ببین نه خانم جون اینجوری نبوده که آخه پولی که داداشم داده بوده به بیژن بیژن گذاشته بوده تو بانک چرا نه این خبرا نی من اینجوری نمیدونی بدون میدونی چه جوری بوده قضیه مراد از بیژن قول گرفته نصف ماشین مالون باشه بعدم بیژن قبول کرده با هم دستم دادن خب نه خیلی اینجوری نبوده ببین اول که باید پول جایزه منو بده این که حسابش روشنه خب بعدش هر چقدر بمونه داداش محمودم و بیژن نصف نصف با هم شریکن یعنی قصه که همه چی معلومه اصلا اصلا بس بس تو دخالت نکن اونا سه نفر خودشون میدونن چجوری سهامشون تقسیم کنن ده بودا بیا دیگه کمک وای چشم دیگه خیلی خوبه چی دعوا میکنید الان میام هی باید ساده بیاره به من نگاه میکنه ده باید من باید ساده حالا کجا هستن اصلا نیستن که بیژن آقا رفته برای شیرینی ماشین شام بخره بفرما زود دیگه کجاش الان لباسات عوض کن سبزی ها دست شما رو میبوسه ملی جون بودا دیگه مرو جو اصلا حرف حسابی چیه تو؟ چی میخوای بگی؟ ببین اصلا این 10,000 تومن بوده که 10,000 تومن مال من بوده بیشتر گذاشته تو حساب به غیر از اینی که حالا الان ماشین رو برده بابت 10,000 تومن من بوده ها؟
آفرین. مهم کیه؟ صاحب کیه؟ صاحب بیژنه. بیژن چی کار کرده؟ به من قول داده. قول داده، دست مردونه داده، دست مردونه که داده به خاطر همین من سهم دارم. بیژن غلط کرده به تو دست مردونه داده. بیژن غلط کرده. من اینو به بیژن میگم که بهش میگی غلط کرده. بعدم بیژن غلط کرده و این کارو کرده. خیلی بیادبی، یعنی داری هی بیادبتر میشه. بیادب توی تو در اومدی گفتی بیژن غلط کرده. من نگفتم که غلط کرده. کاسه میوه رو میزنم تو صورتت ها. تو غلط میکنی این کارو بکنی. مرد حسابی میگم ماشینه رو میفروشیم 2 میلیون تومن میدم دست تو. نه. میری یه دونه پیکان قسطی میخری مثل آدم تو آژانس کار میکنی آدم بشی. نه 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 مرگ. میخوام ببرم تو تشریفات آژانس ماشین عروس اینا بشه. نه نه با خیلی خوب. نه خیلی خوب. آره. میدم ماشین مقشن یه عکس باش بگیری حال کنی اکثر بزرگ کن بزن تو اینجوری هم قشنگی. آقا پاشین این شام گرفتم پایینه، شما برین پایین معلومه. قربونت برم. قربونت برم. برو کنار. سلام. پیش قدم شما من داشتم میگفتم که خیلی خوشحال شدم که این اتومبیل شما برنده شدید. خیلی ممنون. من الان سرم داره میتره. اینا مال همین فشارهایی که در روز داره وارد میشه بهت، یعنی اینکه اعصابت مالو الان یه دوش بگیر بخوابی کاملا خوب میشی. داشتیم با مراد میگفتیم این ماشینه چقدر بهت میاد. تصور میکردم تو این ماشینه نشستی بشینی. خیلی خوب. میخوام برم دستشویی الان. نه کاری ندارید الان، یعنی بریم الان. میخوام برم دستشویی. خب این خب آب داغه. نه بخ... میسوزی، یعنی باید مواظب باشی. مواظب برید پایین شام بخور. قربونت برم. میخوای بری دستشویی برو، ولی کار نداری. الان من برم. ها برید شام بخورید. میخوام برم دستشویی. میگیم یعنی سریع کارتونو بکنید، غذا از دهن نیفته. آره بیشتر اینه. منظور اینه. برو. ها حظ کردم قیام پس. چی میگی تو؟ چی میگی اصلا؟ چی میگم؟ چه مسخره، برای چی نکبت جلوی خودتو لوس میکنی؟ دوره پسرمو منو آب داغ نسوزی. آب داغ دوره پسرمو من خط میکشیم. بعد اصلا تو چرا اینجا پلاسی؟ اصلا تو چرا اینجا پلاسی؟ مگه خونه زندگی نداری؟ من دست میگم به من قول داده دست داده. خیلی غلط کردی. یه بارم بهت گفتم خیلی غلط. دست دست نکن. چی تو بدی؟ سلامت باشی. ان شاء الله خدا بهت برکت بده. با پشت دست میکنیم تو صورتش. بیژن تو ماشین نمیفروشیم. با خود ماشین کار میکنیم. سر سال پول دوتا ماشین رو در میاریم. نه بیژن تو. چجوری میشون ماشین روش کار کرد؟ آها. اینو میبریم تو آژانس. این تریپ سفارتی ها و مسافر خارجی ها اینا میخورن. تریپی 100,000 تومان بود. با سرعی ها رفتیم ماشین رو دیدیم. چی چی هم شده بود مورا. گلوم بهش زده بودن، نمیدونه اینه اون ماشین عروس شده. ایشالله عروسی خود آقا بیژن رو با همون ماشینه میه. مقدم ماشینم خیلی خوب بود. امروز مقدم رسمن از ملیه قاستگاری کرد. نه، منظورم اینه که باید زودتر به فکر جهازی ملیه باشه. ملیه اصلا ناراحت نماشیم، سر یه منشون خودم بهتر جایزیه رو براتون. دلی بخنم گوش کنم این چیزی بهت میگم. خانداداشتون قول دادن یه سیسمونی برون کچولو ها بگیرن که دیگه این دوتا کچولو اقلا به سیسمونی نمونن. خاندهیه دیگه چیونه کنه. نه داداشم گناست. من اصلا راضی به زحمت داداشم نیستم. من یه خنزر پنزر همینجوری هم باشه بسته بینیم. خواهیم چه کنیم؟ حالا ولش کنیم داره شام میخوره بی خودی. به همه چی میرسه، نگران نباشید. این ماشین انقدر پولش هست که هر کی هر چی بخواد بتونه بخره، نگران نباشید. فقط من چند تا آرام بخش خوردم، اصلا نمیتونم بشینم. من اگه اجازه بدیم برم بخوابم. شما شامتون رو میل. بابا یه لقمه حرف زدی. شما بخواب. حرف زدی اینقدر رفت. یه لقمه اشتهاش خون شد. نه دیگه نه.
صبح میدونی چی کار میکنیم که؟ ماشین رو برمیداریم میبریم یه سیستم چنجر میبندیم روش تو خیابون داریم راه میریم بهتر کنه. آشنا دارم قسطی. صبح اول وقت برمیداریم ماشین رو میبریم یه کاری میکنیم آبش میکنیم بره. بگو چرا یه خط بهش بیفته دیگه نصف قیمت هم از آن بر نمیدارم. بمیر بهت بگم چی کار کنیم. میبریم بیمه بدنش میکنیم که این اتفاق نیفته. آشنا دارم قصی برامو انجام میده. دارم بهت میگم یه مشتری درست حسابی باید پیدا بکنیم این ماشین رو ردش کنیم بره. حالا هم دهنتو میبندی میگیریم این کپی. صبح شال و کلا میکنی از اینجا میری بیرون همین فهمیدی یا نه؟ یه کاری میکنی صدای من در بیاد یه عربده‌ای بکشم این بلنش چهار تا لیچار وارد کنم. خب لال شو الان مردی لال شو که بیدار نشه. خیلی بیجا میکنی. خیلی رو داری شما چه نسبتی باهاشون دارین؟ ما در واقع با هم پسرعمو هستیم. ولی داداشون میگیم به هم داداشون صدا. ببینید من سر در نمیارم. یعنی میخواهید بگید که اون پولی که ریختن تو حساب شما ریختین تو حساب ایشون؟ ببینید در واقع من الان توضیح میدم براتون. 4 ماه پیش که ما اومدیم اینجا آقای جمالی یه پولی از من گرفته بود که بذاره تو کار بورس باش کار کنه بعد ضرر کرد. در واقع ما اومدیم اینجا این پول اون بورسیه که در واقع که 10,000 تومان بیشتر نیست. نه همین این 10,000 تومان تتمه اون پولیه که در واقع ایشون میخواست تو کار بورس بندازه حالا ضرر کرد. این 10,000 تومان که ایشون ماشین رو باهاش برده 10,000 تومان. دوست عزیز حالا من بعد اینجا چه کار کنم شما به من بگید. ببینید در واقع من آقای جمالی آوردم تو این بانک حساب باز کنه. یعنی این 10,000 تومانی که الان باهاش ماشین رو برده این 10,000 تومان مال منه. بنابراین شما چه ربطی به من داره؟ همین دیگه. من ببینید ربطش اینه که در واقع اون ماشین الان شما سویچش رو باید به من بدین چون ماشین مال منه. آش اینجا بقالیه دیگه که هر روز یکی تون پاشه بیاد اینجا با من چکیچونه بزنه. نه دوست عزیز ببینید من 1,000 بار گفتم بازم میگم یک بار دیگه برای شما تکرار میکنم آقای بیژن جمالی باید تشریف بیارن اینجا. همون من ماشین رو تقدیمشون میکنم بعد برید بیرون هر کاری که دوست داشتین بکنین. همین. نه من ببینید اون که میاد یعنی دست خودش نیست اصلا با پای خودش نیاد من میارم. من تا مثل اینکه شما متوجه نشید من یه بار دیگه توضیح بدم. ببینید 4 ماه پیش بسونید باشه فهمید خیلی بانک دلوازی داریم دوست دارین شما. بیژن جان مسقالی رو با چه سنگی می نویسن؟ 3 نقطه مثل سریا. چی کار داری میکنی؟ جان این لیست طلبکارامه دارم می نویسن. اصلا یه تعدادی از این طلبکارا اسمشون رو فراموش کردم یادم رفته نمیدونم به کیا بدهی دارم. بیژن خوشحالی یا؟ نمیدونم اصلا انگار دارم خواب میبینم یه جوری منگم. قربونت دارم فکر میکنه خوابه. خوبه علی نه؟
میگم مراد جان، یعنی بدبختیامون تموم شد نه؟ آره قربونت برم. میدونی ما نکه خیلی این تای دلمون صافه، این برای همینه یه ها کارا راست و ریس میشه. یعنی خواب نمیبینم؟ نه الهی قربونت برم، خواب نمیبینی چه گرم؟ بی بغلم، بی اینجا. آخش آخ چی کار داریم میکنین شما؟ تو کجا رفتی؟ من؟ بله. آها، من رفتم برای صبونه نون سنگک داغ درو خاشخاشی با خامه و عسل و پنیر و کره بگیرم بیارم که صبح اول صبحی جیگرت حال بیاد. بعد وقت نون سنگک درو خاشخاشیتون کو؟ تموم شد، نرسید به من. را بیوف بریم. را بیوف. مگه تو هم میخوای بیای؟ من مگه تو رو تنها میذارم باش با هم بریم بعد تنها بری ها؟ راست میگه، برید شما، برید خیلی کار داری میرجان جان، شما برید کتتون اینجا واسه من. مگه تو نمیای؟ نه نه دیگه، یکی باید اینجا باشه، من اینجا باید باشم جلوی در. شما که تشریفتون رو میارید من یه گاوی، گوسفندی، شطوری، تو محل آبروریزی را نندازید آقا جان، نمیخوام. نه شما خیالتون راحت باشه. بریم. بی سر صدا تو حیات. بریم. چیزه. منم نمیام. ما میخوایم اینجا ستاد استقبال تشکیل بدیم. برای شما. آره؟ آره. بمیرم پاش خورد به این. آقا ببخشید اینو دارین میارین برای چی پایین؟ برو کنار جلو دست با این هست. معذرت میخوام، این ماشینی که اینجا بود کو؟ نمیدونم بردنش. کجا؟ نمیدونم، هر رئیس بپرس. برو کنار نخوره سر. معذرت میخواین؟ جان شما شرمنده ای. ببینید این بانک تازه افتتاح شده و هنوز به سیستم شبکه وصل نیست. به هر حال از این اشتباهات پیش میاد دیگه. خب یعنی چی؟ ببینید حسابی که شما به خاطرش برنده شدین، ما یه حساب دیگه ای در واقع با همین شماره حساب در شعبه عراقمون داریم. یعنی دو نفرتون برنده این ماشین شدین به طور مشترک، دو تا حساب مختلف با یه شماره حساب. یعنی یکی دیگه در شعبه عراقتون همین ماشینی که من برنده شدم ایشون هم برنده شده؟ بله بله. یعنی در با یه شماره حساب دو تا حساب بوده؟ در حقیقت یکی دیگه در چجوری براتون بگم، یه نفر دیگه در حقیقت صاحب ماشین شماست. خب من الان من الان متوجه نشدم اصلا چیزی، فقط میخواستم ببینم الان این ماشین مال من هست یا نه. بالاخره مال شما هست ولی به طور مشترک با اون شخصی که ما در عراق داریم. بله. این ماشین برای دو نفر شماست. خیلی بانک جالبی دارین، من تبریک میگم. به هر حال من الان میتونم ماشین رو تحویل بگیرم یا نه؟ خیر قربان، شما دو نفرتون شما و اون شخصی که در عراقه باید با هم توافق کنید. بلا بانک نمیتونه ماشین رو به شما تقدیم کنه. عجب. بله. خب الان من چیکار کنم؟ الان اون شخص رو من چجوری میتونم ببینم که با هم توافق کنیم؟ بله اتفاقا ایشون از عراق تشریف آوردن تهران. بله خب لطف کنید هم یه آدرسی، نشانی، چیزی از ایشون بدید که من ببینم چیکار باید بکنم. چون ما میدونستیم شما تشریف میاریم ایشون رو همینجا نگهش داشتیم. الان تو بانک ما هستن. کجا؟
اون آقا شه.